اینک سلام میکنم به همه شما و بسیار ممنونم از دعوت کانون رهاورد و برگزار کنندگان گرامی نشست. پیش از شروع دلم میخواد این توضیح رو بدم که بیشک ایستادگی مردم که در عنوان زیبای این برنامه است، حوزه های بسیار گسترده و گوناگونی رو در بر میگیره که در این گفتار من تنها به ردگیری حرکت های دادخواهانه در بستر این ایستادگی میپردازم. در این حوزه هم تمرکز نگاه هم به تصویره، تولید تصویر چه به قصد بازنمایی و چه با رسالت کنشگری. به راه در راه طولانی دادخواهی از حذف شدگی قربانیان سرکوب تا حضور جهانی ژینا که نام رمز قیام زن زندگی آزادی است. فیلمی که دیدیم ما را با چهره ناپدید شده روبرو می کند. چهره یک اعدامی که نه تنها حکومت جان او را گرفته، که حتی محیط اطرافش او را از یادها و عکس‌های جمعی حذف می‌کند تا شاید به فراموشی بسپرد. فیلم راوی سویه‌ای از پدیده حذف در ایران است که به ویژه در دهه 60 ما با آن به طور وسیع در سطح اجتماعی و حتی در میان نزدیکان اعدامی‌ها و حتی گاه تبعیدی‌ها روبرو بوده‌ایم. چنین رفتارهایی پیامد سرکوب موذیانه و خشنی است که از سوی حکومت اعمال شده و می شود. پیامد اعلام ممنوعیت سوگواری و بزرگ داشت، ضرب و شتم و بازداشت دادخواهان و بنبست‌هایی که دستگاه عریض و طویل امنیتی بر زندگی بازماندگان تحمیل می کند. تا آنجا که تنها راه برون رفت از آن، وادادن و پاپس کشیدن آنان از حق خواهی می شود. اما همان خراش ها و خط خطی ها که دیدیم که صورت اعدامی ها را در دهه 60 ناپدید کرد، در طول زمان به چشم آمده و حذف شدگی یک انسان را رویت پذیر می کند. همین خراش ها هستند که کودک را در فیلم به یادآوری و سپس پرسشگری وامی دارند. او را که نماد نسل آینده است به فکر فرو می برد، دوچار معضل می کند تا آنجا که از روایت حذف فاصله می گیرد و در برابر دروغ و فراموشی دیگران نیستد. کودک اینجا با حقیقتی انکار شده روبرو می شود که بار مسئولیت آن بر زمین مانده است. آن واژه ایستادگی که در عنوان برنامه آمده است، اگرچه در میان اطرافیان کودک در این فیلم مصداقی نمی‌یابد، اما او چرایی آن را درک می‌کند و مای بیننده را به چالش می‌کشد و به همراهی برای کشیدن این بار می‌خواند. از آن دوران سیاه تابستان سال 67 اما چند عکس دیگر نیز مانده است که روایتی به غایت متفاوت دارند. عکس‌هایی بر ضد حذف شدگی اعدام شدگان. این چند قطعه عکس تاریخی تنها سندهای تصویری باقی مانده از دفن شدگان در خاوران هستند که تا امروز به دست آمدند. عکس ها را چند تن از بازماندگان اعدامی ها پس از آگاهی از دفن عزیزانشان در بورهای دست جمعی در صبح زود روز 7 مرداد 1367 گرفتند. سه نفر بودند که به قصد دیدن به معنای شاهد شدن و مستند کردن واقعیت به خاوران رفتند. آنجا تل بالا آمده خاک را با دست کندند و کنار زدند تا به پیکر اعدامی ها رسیدند. 4 پیکر در هم تابیده،
به تن و سپس چهره جسدی جوان و منقبض از درد به پای جسد دیگری کنار آن چهره. عکس ها این تن و چهره و پا را نشان می دهند. پیداست که در حین کندن خاک گرفته شده اند با عجله و استرابی که بر اغلب تصویرها رد تاری انداخته است. در گزارشی که همراه آن نگاتیف ها مخفیانه به بیرون ایران فرستاده اند نوشته اند که با نزدیک شدن یک گشت سپاه ناچار به ترک سریع محل شده اند و نتوانستند عکس های بیشتری بگیرند. بهار مجدزاده، هنرمند تبعیدی ساکن پاریس، در تبیین جایگاه والای این عکس ها متن درخشانی نوشته است. در سایت بیداران و سایت زمانه میتونید این رو بخونید. در جایی از متن آمده است: در شرایط فعلی میتوان اینطور ادعا کرد که این کلیشه ها تنها امکانات بصری هستند که از کشتار تابستان 67 بر جا ماندند. اما این عکس ها در همان لحظه تابستان 67 نه تنها به عنوان سندی برای ارائه به دادگاه گرفته شدند، بلکه برای افراد گروه عکاسی با یک شورش به واسطه میدیوم عکس، احتمالاً یک درخواست برای کمک، یک اعلام خطر در آن لحظه عکاسی همراه بوده است. مجدزاده در اینجا به نکته کلیدی اشاره می کند، به اینکه ثبت تصویر نه تنها مستند کردن جنایت است که مصداق شورش بازماندگان در برابر سیاست حذف است و همزمان طلب همبستگی است از همه آنانی که عکس را خواهند دید. این فرایند نمود یک کنش دادخواهانه است در عمق سیاهی و وحشت آن دوران، مانند شعله کوچک شمعی در اوج تاریکی. پس از این تصویرها، آنچه از تصویر خاوران برای ما مانده است حاوی نشانه هایی است از ایستادگی بازماندگان در برابر ناپدید کردن های حکومتی. آنها رفتن خود به خاوران را ثبت کرده اند، گل هایی که بر خاک گذاشته اند، سنگ های شکسته ای که کنار هم نشانده اند، کاج هایی که به ردیف چیده اند، همه و همه نشانه هایی که حضور آنان و شورش آنان بر ضد حسب شدگی را ثبت کرده است. یک نمونه از این نشانه گذاری ها را می توان در همین تصویری دید که در اعلام این مراسم هم به کار گرفته شده و چنان موجز و گویا واقعیت را تبیین کرده که سال هاست در حافظه جمعی به سمبل بصری خاوران بدل شده است. تصویر گلی در سوراخ کف یک گلدان کوچک گلی واژگون. آنان که این گل و گلدان و عکس را چیده و ثبت کرده اند و به یادگار گذاشته اند در عکس نیستند، اما حضور آنهاست که این تصویر را آفریده است و برای ما باقی گذاشته است. میان این نوع کنش دادخواهانه و آن رویگردانی و چشم پوشی و فراموشی که در فیلم دیدیم تضاد بزرگی است که به نظرم همچنان چالش معاصر ماست. برای ادراک ایستادگی مردم در حوزه دادخواهی باید به این گونه کنش ها در دوره های پیاپی نگاه کرد و پیوستگی و رشد آنان را تبیین کرد. از دادخواهی جنایت های دهه 60
تا قتل‌های سیاسی که در دهه 70 اوج گرفت و دادخواهی آنان در درون و بیرون ایران تا جنبش سبز و دی 96 و آبان 98 و پیگیری جنایت هواپیمای اوکراینی و سرانجام قیام با شکوه و قدرتمند ژینا که با رشد وسیع کنش‌های دادخواهان همراه بوده و هست. اگر رد این پیوستگی را در آنچه بهار مجدزاده شورش به واسطه میدیوم عکس نامیده پی بگیریم، به کنش‌های دادخواهانه بسیاری می‌رسیم که من چند نمونش رو میگم. برای نمونه به اکرم نقابی، مادر سعید زینالی که عکس فرزندش را سالها به دست گرفت و به اینجا و آنجا رفت. از نهادهای حکومتی تا جمعهای مردمی، همه جا یادآور ناپدید شدن فرزندش در قیام 18 تیر 1378 شد. نمونه دیگر آن تصویر جان دادن ندا جلوی لنز یک دوربین بود که در جای جای جهان پخش شد، جنایت را مستند کرد و همزمان بیننده را به همبستگی با جنبش اعتراضی مردم فراخواند. یا عکس امیر جواهری فر که زیر شکنجه در کهریزک به شدت آسیب دیده بود و سرانجام به همان زخم‌ها جان سپرد. تصویر مادر ستار بهشتی که بر سردر خانه اش عکس فرزندش را زده تا هر کس به دیدن او می رود اول چهره پسر جوان جان باخته اش را ببیند و از زیر نگاه او رد شود. نیز عکس های زنان قربانی اسید پاشی که با نمایش رد اسید بر چهره های جوانشان بر ضد این تجاوز و سکوت و لاپوشانی حکومتی شوریدند. مرضیه ابراهیمی یکی از قربانیان اسید پاشی در یک هشدار در فضای مجازی نوشت: این حق ماست که بدون ترس به خیابان‌های شهرمان پا بگذاریم، بدون وحشت زندگی کنیم. ما اسیر نیستیم، شهروندیم. در اعتراضات دی 96، اعتراضات دراویش گنابادی در گلستان هفتم در زمستان 96 و بعد خیزش گسترده مردم در آبان 98 و بعد اعتراضات آب در خوزستان، تعداد کشته شدگان به هزاران رسید. عکس و فیلم هایی که به مرور منتشر شد سند خشونت لجام گسیخته گماشتگان حکومتی بود که هنوز ابعاد آن در هیچ یک از این خیزش ها برای ما روشن نیست. به ویژه در پی آبان 98 است که شکل گیری گرد همایی های مادران دادخواه شکل می گیرد که با در دست داشتن عکس فرزندان جان باختهشان دور هم جمع می شدند، به دیدار یکدیگر می گرفتند و از جمع خود عکس می گرفتند و منتشر می کردند. این مصداق بارز نقش پررنگ مدیوم عکس، مدیوم تصویر در ثبت دادخواهی و طلب همبستگی برای پیش برده آن بود. محبوبه رضایی یکی از این مادران دادخواه، مادر پژمان قلی‌پور 18 ساله، بارها در گفتگوهایش تکرار کرد که باید دادخواهی کرد تا مادر دیگری مانند ما ناچار نشود عکس فرزندش را به دست بگیرد. یک نمونه دیگر از تأثیرگذاری عکس در شکل گیری اعتراض آن عکسی بود که شکنجه خدا نور را ثبت کرد، در حالی که به ستون پرچمی بسته شده بود وسط حیات بازداشتگاه تا تأخیر شود و از تشنگی بیتاب. بسیاری پس از قتل حکومتی او این تصویر هولناک را
با تن خود بازسازی کردند و این و از این صحنه عکس گرفتند. او را به یادها آوردند و به خشونت دریده‌ای که بر او رفت شوریدند. پس از قتل ژینا، یک نمود بارز از درک مسئولیت اجتماعی در حمایت از قربانیان جنایت‌های حکومتی، آن عکس پدر و مادر بزرگ ژینا در آن راه روی بیمارستان است که نیلوفر حامدی یک خبرنگار حرفه‌ای گرفت و سد سکوت و مماشات را یک سره در جامعه شکست. او در جایگاه خبرنگار تا آنجا پای این مسئولیت ایستاد که زندان و محرومیت نیز او را به عقب نشینی وانداشت. یا آن عکس جسد کیان پیرفلک که مادرش پخش کرد در حالی که او را شبانه در خانه میان تک یخهایی که از همسایه ها گرفته بود خوابانده بود تا دست مأموران به او نرسد و مانند بسیاری جسدها زیر خروار بتون ناپدید نشود. عکس بازنمای شورش آن مادر است و طلب همبستگی او از هر کس که عکس را می‌بیند. و حالا تمام عکس‌ها و فیلم‌هایی که در طی ماه‌های جنبش زن زندگی آزادی و پس از آن از صحنه‌های زندگی جان باختگان از سوی بازماندگان و دادخواهان منتشر می‌شود، یا تصویر بازماندگان آنان در حال ادای احترام و سرودخوانی و راه‌های گوناگون تجدید عهد کنار مزارهای چشمگیری که اینجا و آنجا برای جان باختگان بنا کرده‌اند. مقایسه کنید اوجگیری روزافزون این تصویرهای پرشور و باشکوه را با آن خراش‌ها و خط‌خطی‌ها که در فیلم دیدیم. اینها تصویرهای همان شورشی هستند که بر ضد حذف و فراموشی به راه افتاده است. یک شریان پرقدرت از ایستادگی مردم که به مرور جاندار و جاندارتر شده. شریان دادخواهی. این واژه دادخواهی حالا دیگر سال هاست که همراه من آمده است. بارها و بارها این واژه را نوشتم، به زبانش آوردم، در آن تعمق کردم تا معنا و حسش را درک کنم. در گذر زمان و در فراز و نشیب شرایط با آن بیایم، گاه به آن تکیه کنم و گاه آن را به دوش بگیرم تا به من تکیه کند. در این همراهی طولانی و پرملات گاهی فکر می‌کنم این واژه انگار مانند اندامی در تن من شده است، اندامی در چشم و ذهنم که دریچه من است به ادراک پیرامون و در شانه ها و ستون فقراتم که به من توان ایستادن می‌دهد. بار نخستی که مشتقی از این واژه را به کار بردم زمستان 1377 بود و 40 روز از قتل سیاسی پدر و مادرم گذشته بود. در مسجد فخرالدوله سر پیچ خیابانی که خانه و قتلگاه پدر و مادرم آنجاست، جمعیتی عظیم از مردم شهر گرد آمده بود و من سخنران آخر مجلس بودم. می دانستم که باید در آخر کلام چیزی گفته شود که همسنگ آن اعتراضی باشد که آن روزها فضا را اشباع کرده بود. باید جمله‌ای می ساختم که سنگینی فاجعه را به اعتراض و حق خواهی بدل کند برای خودم و دیگران. شاید جمله روانی از کار در نیامد، اما در آن جای خود نشست و به شعاری بدل شد
که جمع بارها فریادش زد. داد خواهیم این بیداد را. در این جمله گوینده خود را با دیگران جمع بسته و فاعل دادخواهی ما است. مایی که در آن روزها ملموس و واقعی بود و میشد تلاش خود را با دادخواهی آنان همراه کرد. واژه دادخواهی برای من مانند بسیاری از ما بازماندگان آن جانباختگان گرانقدر، چه بستگان آنان باشیم، چه دوست و همراه زندگی یا رفیق و همرزم مبارزه سیاسیشان، زاینده امید و استقامت است. دلگرم و توانمند من می کند. انگار برای ما سنگر می سازد یا مرزی می کشد میان ما که حق طلبیم با آنها که متجاوزند یا آنها که سکوت و مماشات می کنند. دادخواهی از محدوده مهر و تعلق فردی بازمانده به عزیز جانباختهش فرا می رود. دوست داشتن را به تعهدی بدل می کند برای یادآوری سرگذشتی که استبداد شریان حیاتش را قطع کرده. درد مرگ در پیکر جانباخته را به خشم بازمانده بدل می کند تا از گلوی زنده و جاندار ندای اعتراض سر دهد. دادخواهی داغ ما را از سوگواری، از گیر افتادن در مرثیه خانی می رهاند. طلب حق است و از این رو در امتداد استقامت سرکوب شده جانباختگان قرار می گیرد و شریانی از مقاومت می سازد. دادخواهی در روایت فاجعه خلاصه نمی ماند، بلکه با کالبد شکافی آن با ردیابی چراها و چگونه ها روشنگری می کند، پاسخ می طلبد و اینگونه زمین ساز دادرسی حقوقی و پالایش اجتماعی می شود، پس رهایی بخش است. با چنین تعبیری دادخواهی به چالش کشیدن نابودی و مرگی است که پیامد استبداد است، پس عین تعهد به زندگی و آزادی است. تلاشی است برای ساختن زندگی عادلانه، پس رو به آینده دارد. این مسیر رو به آینده دادخواهی اما باید شناسایی و ساخته شود. بدون کار و خلاقیت انسانی، بدون کنشگری و پیگیری پیش نمی رود. و این تکاپو اگر بالیده شود، فرهنگ می سازد و در ساختار روابط قدرت تأثیر گذار می شود. دادخواهی ما را به دریافت مسئولیت وامی دارد و ادای آن نه تنها بر عهده بازماندگان، که یک وظیفه جمعی است که تنها وقتی به کارایی و پویایی لازم دست می‌یابد که در پیوند با ایستادگی مردم برای دستیابی به آزادی و عدالت قرار گیرد. با این برداشت بود که در بهمن سال 1401 پیمان دادخواهی منتشر شد که در پایان این گفتار من می‌خواهم بر اهمیت و لزوم همبستگی بر سر مفاد آن تأکید کنم. در متن پیمان آمده است: اینک در میهنمان جنبش پیشرو و برابری خواه زن زندگی آزادی سر برآورده که از بنیادهایش دادخواهی و تلاش برای دستیابی به حق و عدالت است. به جاست تا برای پیشبرد این جنبش آگاهی ها و رهاورد های برآمده از تاریخ خیش را به کار بندیم. ما که بازماندگان بیش از 4 دهه خشونت و کشتار و تباهی هستیم و عزیزانمان به اعدام، قتل حکومتی و شکنجه محکوم شده اند،
ما که به تناسب توان و امکان برای پیشبرد دادخواهی تلاش کرده ایم، باید در این بزنگاه تاریخی با جسارت و صراحت همزمان با پافشاری بر حقیقت و عدالت، خواهان پایبندی بیچون و چرا به حقوق بشر و کرامت انسان برای همگان باشیم. خواهان پایان دادن به شکنجه و اعدام حتی برای آمران و کارگزاران کشتار. باشد تا از این ضرورت زمان مبنایی برای همبستگی بسازیم، برای پیشبرد جنبش زن زندگی آزادی. در ادامه اومده، ما امضا کنندگان این پیمان با پایبندی به تمام کنوانسیون ها و میثاق های جهانی ناظر بر رعایت حقوق بشر، از امروز تا آن فردای امید پایبندیم به لغو مجازات اعدام در ایران، دادخواهی با فرجام حقیقت و عدالت در هر موقعیت، پایان دادن به مسئولیت از مجازات برای آمران و عاملان جنایت‌های سیاسی، بازسازی و استقلال کامل دستگاه قضایی، مبارزه با فراموشی، با پذیرش گوناگونی روایت‌ها و تکوین دقیق حافظه تاریخی بدور از هر چشم پوشی. کاش بتونیم پیش ببریم این پیمان رو. مرسی.